میبرید این مسئله اقتصادی رو حل نمیکنه، چون حقوقی که بالا میبرید تورم ایجاد میشه و باید تورم مهار کرد. و یه بیت نوشته بود که از یه شاعر گمنامی میروالهی قمی، گفت علاجی بکن که از دلم خون نیاید، سرشک از رخم پاو کردن چه حاصل. و یا دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه که رفته بود، یه عکسی ازش در یه مجله چاپ شده بود و زیر اون عکس نوشته شده بود که شعر حافظه که ما بدین در نپی عزت و جا آمده ایم، ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بسیار عالی. و از این نمونه ها خیلی زیاد هست. من اگه بخوام بگم مثلا برای حالا ما جناب جباری، ما سه جلسه دیگه با شما خواهیم بود. بله. و متاسفانه چون وقتمون کوتاست اونقدر که آدم تا میاد لذت ببره اصلا وقت تموم میشه حقیقتا. ولی ما بینندگان گرامی، همچون که عرض کردم چون وقت ما کوتاست، ما سه جلسه دیگه با جناب جباری خواهیم بود پشت سر هم و انشالله بتونیم بیشتر ازشون استفاده بکنیم. منم مثل جناب جباری هستم، وقتی میشنوم دیگه اینقدر لذت میبرم که اصلا یادم میره که این وقت هم وجود داره. به هر حال در زبان فارسی برای هر موضوعی شعری هست و همینجور که اول ذکر شد تخصص به افراد مشخصی نداره، بلکه برای کل جامعه است، جوانان، غیر جوانان. و ما افتخار میکنیم که در زبان فارسی این همه به هر حال شعر و ادبیات هست و که فرهنگ رو حفظ کرد. جناب جباری ما خیلی ممنون هستیم برای این جلسه. من میدونم که خیلی شما دارید برای صحبت کردن. بله. ولی همجور که قول داده شد میخواید با یک شعر این جلسه رو، این شومون رو امروز تموم بکنیم تا هفته آینده در خدمت شما. بله، عرض کنم که البته این مطلبیه که مثلا من چند وقتی که یه جایی صحبت میکنم مسئله یه نطق یک ساعت و دو ساعت است. بله. و من از اول میدونستم که اینجا فرصت نیست. بله. زیاد نیست. ولی وقتی که تحت عناوین مختلف ما این شعرها رو مطرح میکنیم، این عناوین مثلا میتونه یکی بیان اعتقادات روحانی و اخلاقی و اجتماعی باشه یا نصیحت باشه. ولی من یه دو تا شعر از نعیم اصفهانی میخونم، دو ست نعیم صدئی. بله. که خطاب به مردم دنیا میگه، خطاب به حکام دنیا میگه که این همه دنبال جنگ نرن، میگه این همه در جهان جدال بس است، ای سلاطین و ای رجال بس است، این همه قتل و نهب و خونریزی آنچه کردی تا به حال بس است، این همه اختراع و صنع جدید بهر تزیه جان و مال بس است. عجیبه، بالله دست شما درد نکنه. انشالله باز خدمت شما خواهیم بود در جلسه آینده. دست شما درد. یکی از برنامه همونه که افراد به اصطلاح با تجربه جامعه، افراد مسن و سینیرها رو دعوت، خانواده ها رو دعوت بکنه، متخصصین. برنامه دیدگاه، برنامه متفاوت و جذاب با دیدگاه های متفاوت، سه شنبه ها یک هفته در میان و تکرار پنج شنبه ساعت 7:30 تا 8 از شبکه تلویزیونی ITC. کارشناسان برنامه آقای احسان وفایی و خانم فرهناز عبدالله. حتما هم از کارشناسان عزیز مهمان عزیز دعوت خواهیم کرد که شرکت کنند.